بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین در ادامه ماجرای شهادت حضرت سید و علیه السلام و ورود اهل بیت علیهم السلام به عنوان اسیر به کوفه و زندانی شدن در کوفه ماجرای زندانی شدن این حضرات هنوز تا 19 محرم ادامه داره و روز 19 از کوفه خارج میشن در روز 18 هم محرم کما اینکه شش روز قبل به همین صورت بود این حضرات سلام الله علیهم در زندان کوفه هستند زندانی که اکثر مورخین نوشتن تنگ و تاریک و به حدی بوده که کوچک و بزرگ زن کنیز پسرها دختر بچه ها به همراه زین العابدین سلام الله علیه در یک مکان زندانی شدند بدون فرش بدون چراغ و روشنایی و اکثر چیزی برای آزوقه و قضا نقل نکردند که این حضرات از آزوقه و قضا چیزی براشون برده می شده اما چون در ادامه موضوع گریستن آسمان و زمین و حیوانات و دریاها و گیاهان و در دیوار حتی دار بر مصیبت شهادت سید و علیه السلام توضیح راجب به عشق دادیم در این فرصت قبل از حرکت اسرار روز 19 هم در امروز روز 18 هم اشاره به ادامه خواست عشق مرای امام حسین علیه السلام داریم که از کتاب عشق حسب روایاتی که جمع شده این مطالب رو طبق روایاتی که امام صادق حضرت باقر رسول خدا امیر المؤمنین امام حسن خود امام حسین سلام الله علیهم فرمودند به طور اختصار من جمله در بحار جلد 44 و در خصائص الحسینیه شیخ جعفر ششتری رحمت الله علیه در خصال صدوق و کتب دیگر و البکاء مرحوم میر جهانی و دیگر کتب نقل شده مطالبی رو عرض میکنیم از خواص اشک بر سید و شهداء علیه السلام یکی اینکه گریه بر امام حسین علیه السلام اسباب خوشنودی خداوند متعال است گریه بر امام حسین علیه السلام اطاعت امر معصوم علیه السلام چون اهل بیت همه سفارش فرمودن بر گریستن بر امام حسین علی السلام و شیعیانشون رو خیلی تشویق فرمودن من جمله فرمایش حضرت رضا صلوات الله عليه که ای پسر شبیب اگر خواستی بر چیزی گریه کنی فب علی الحسین علیه السلام گریه کن بر حسین ابن علی سلام الله علیه. سفارش خود سید و سلام الله عليه هست که در گودی قتلگاه به حضرت سکینه سلام الله ها فرمودن او سمعتم به غریب او شهید فندبونی که خبری از غریب یا شهیدی را شنیدید بر من گریه کنید گریه بر امام حسین علیه السلام طبق روایات سله به رسول خدا سله به امیر المؤمنین سله به حضرت زهرا سلام الله علیهم هست که هر کدام روایاتی جداگانه داره در بعض احادیث امام صادق علیه السلام فرمد آیا به راوی داری مادرم را کمک کنی هر روز در بهش عرض میکنه چطور آقا فرمد هر روز مادرم بر حسین ابن علی سلام الله علیه گریه میکنه گریه کردن بر حسین ابن علی, علی علیه السلام کمک و استمداد و استعانت و نسبت به حضرت زهرا خلام الله علیه هاست گریه بر امام حسین علیه السلام از مصادیق بارز کمک به مظلوم است گریه بر امام حسین علیه السلام از مصادیق این حدیث شریف که یحزنون لحزننا نسبت به شیعیان و محبین اهل بیت علیه السلام بیان شده که در حزن ما محزونن خوب گریه عین حزنه و اصل حزنه گریه بر امام حسین علیه السلام از مصادیق کلام بارز امیر المؤمنین به حضرت صادق و امام باغر سلام الله علیهم هست که یبزلون اموالهم و انفسهم چون گریه کردن از حقیقت جان برخواسته است و بزن مال و جان از مصادیق بارز این کلام گریه بر امام حسین علیه السلام نوعی از استعانت و یاری و کمک کردن به اعانه کردن و کمک کردن به حضرت سید و شهده السلام در روز عاشورا، چون هل من معینن یعیننا هل من ناصر ینصرنا گریه از مصادیقشه این هم یکی از عناوینشه منحصر به این نیست که جانشون رو اون اصحاب رحمت الله علیهم اونهایی هم که بعدها میان با گریه و دستورات اهل بیت و به گریستن چون عرض شد حقیقت دین تعلیم معالم دینی و تعظیم مسائل دینی یاد گرفتن احکام و تفسیر و توضیح و بیان شدن آیات قرآنی به برکت عزای امام حسین علیه السلام است گریه بر امام حسین علیه السلام نوعی ادای اجر رسالت است طبق آیه مبارکه که قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا گریه بر آن حضرت نوعی از دوست داشتن و ادای اجر رسالت گریه بر سید و علیه السلام اعلای کلمه حق یعنی ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه گریه بر آن حضرت خاموش کردن آتش کفر و بیدادگریه گریه بر سید و علیه السلام بر علنی کردن و اعلام کردن مظلومیت امام حسین علیه السلام و ظلم و بیدادگری ظالمان و تغیانگرانی به مانند یزید و معاویه و عبیدالله و که اهل استبداد و بدعت در دین و ترویج فساد بودن هست اشک بر امام حسین علیه السلام در روایات داریم که تمییز بین حق و باطل معلوم میشه که آیا محب اهل بیت محب و دنبال رو امیر المؤمنین به حق و حقیقت یا مخالف این ایمان واقعی رو در روایات داریم گریه بر امام حسین علیه السلام گریه بر امام حسین علیه السلام اسباب حفظ مذهب شیعه اثناعشری عشری است که نوع آبیاری کردن شجره دین است کما اینکه گذشت گریه بر امام حسین علیه گریه بر اهل بیت علیهم السلام و خواسته بر سید الشهدا علیه السلام نوع تعظیم شعائر و من یعظم شعائر الله و انها من تقبل قلوب تعظیم شعائر دشمنان دین بالاخص و حابیت ملاعین اینها از عشق و گریه میترسن با اینکه نه مخاسمه است نه مجادله است اما بارها و بارها اعلان کردن از اینکه شیعیان کنار هم جمع میشن و مینشینن و گریه میکنن نوع زحمات ما رو به باد میدن گریه بر سید و صلوات الله علیه تأثیه به امیر المؤمنین در از تأثیه به رسول خدا به امیر المؤمنین به حضرت زهرا به امام حسن سلام الله علیهم هست روز ولادت حضرت سید و شهده علیه السلام تمام اهل بیت گریستند این نوع تأثیه ولکن فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسنه اینم نوعی از تأثیه تأسیه به ائمه معصومین به ملائکه مقربین به انبیاء مرسلینه که میدانید هر نبی آمده بر امام حسین علیه السلام گریسته ما من نبی الا و قدزار کربلا انبیاء هم کربلا رو زیارت کردن که در محلش انشاءالله در توضیح طبق روایات مختصر در احوال زمین کربلای معلا به این احادیث اشاره خواهیم کرد گریستن بر شهید کربلا بر سید و علیه السلام در اصل و عمل به وسیعت و پیمان الهیه قرآن فرمید و وسین الانسان به والدیه حسنا خب میدونیم که پیغمبر خدا فرموده است امیر المؤمنین سلام الله علیه ما فرمودن ما پدر امتیم انا و علی ابا و اضافه بر اینکه در روایات ما مثل حفول العقول و حق و یقین مجلسی کافی شریف و کتب دیگر آم امام حضرت رضا علیه السلام مفرمد پدر امت است این نوعی گریه کردن بر امام حسین علیه السلام نوع نیکی و احسان به پدر و مادر حقیقی و به پدر حقیقی انسان است گریستن بر سید و علیه السلام مفرمد اگر پدر و مادر جسمانی و نسبی رو انسان کوتاهی درشون کرده کوتاهی براشون کرده خدای نخواسته به پدر و مادر جسمانیش رو کرده کوتاهی کرده احترام و تعظیم پدر و مادر روحانی جایگزین اون خواهد شد کما اینکه در روایت هست حضرت فرماید هر کس نسبت به پدر و مادر ظاهری خود تقصیر نمود پدر و مادر حقیقی روحانی خود را در مادر حقیقی میدونن خشنود نماید که رضا و خوشنودی ایشان عقوق والدین ظاهری رو تدارک میکند گریه بر مصائب امام حسین علیه السلام در روایت داریم گریه بر مصائب اهل بیت است گریه بر امام حسین علیه السلام گریه بر چارده معصوم است گریه بر مصائب امام حسین علیه السلام یکی از خواستش آمرزش گناهان در روایت داریم گریه بر امام حسین علیه السلام باعث رفع قصاوت قلب و برای بعضی دفع قصاوت قلب اونهایی که ندارن یا کمتر هست باعث میشه که قصاوت قلب نگیرد در حدیث داریم انسان رو رقیق القلب میکنه گریه بر امام حسین علیه السلام توفیق ترک گناه میده چقدر اشخاص بودن به برکت یه قطر عشق ریختن بر امام حسین علیه السلام بعدا خداوند متعال این گناهان رو که زوب کرده و دو چشمشون خارج کرده توفیق پیدا کرده به برکت مجالس رفتن به مجالس لحب و لعب نرن به برکت عشق ریختن بر امام حسین علیه السلام خدا توفیق دادن بهشون که دیگه به چشم چرانی و به چشم به جاهایی که اهل لحبه نگاه نکنن گریه بر امام حسین علیه السلام مفرمد یعنی ادا کردن حق اهل بیت علیه السلام گریه بر امام حسین علیه السلام در روایت داریم انجام یکی از وظایف زمان غیبت کما اینکه فقیه احمد آبادی رحمت الله علیه در مکیار المکارم میره از وظایف زمان غیبت حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و عجل الله تعالی و فرج و شریف شرکت در مجالس امام حسین علیه السلام و گریستن بر سید و شهدا صلوات الله علیه هست اشک بر امام حسین علیه السلام در روایت داریم اسباب روشنی دل میشه سوء زنها و ها رو برطرف میکنه اشک بر امام حسین علیه السلام عقده دل رو باز میکنه و انسان حالت آرامش پیش دست میده اشک بر سید و شهدا علیه السلام بار غم رو سبک میکنه در روایت داریم لذا حتی حدیث داریم اگر مصیبتی هست بر شما گریه کنید بر امام حسین علیه السلام مصیبتتون ساکت میشه کم میشه در بعض از روایات داریم اصل مصائب مصیبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اما رسول خدا بر امی... امام حسین علیه السلام گریسته و تأثیر کنید ببینید چه مصیبتی بر اون حضرات وارد شده و شما در کنار مصائبتون میبینید اون مصیبت‌هایی که داریم هیچ در مقابل مصیبتی کربلا اشک بر امام حسین علیه السلام در روایت داریم انسان رو به رحمت خداوند متعال امیدوار میکند گریه بر سید الشهدا علیه السلام در حدیث داریم دلهای مرده رو زنده میکنه اشک بر سید و شهده علیه السلام اظهار محبت به خدا و پیغمبر به ائمه خداست مفرمد که اشک بر امام حسین علیه السلام طریقه هست راه روشی هست که راه مستقیم رو از بیراهه تشخیص میده انسان به راه های کچ و خطرناک و گناه و خمت هر شد اسباب معصیت نمیره اشک بر امام حسین علیه السلام در روایت داریم زمین ساز بندگی خداوند متعال است از خواس اشک بر امام حسین علیه السلام اینه که معاصی و پرده های معاصی از رو چشم انسان میره کنار آهسته آهسته حقبین میشه در روایت هم داریم طوری میشه که انسان توفیق پیدا میکنه آیات قرآن رو بخونه چشم وقتی پرده های حجاب گناهش بره کنار توفیق دیدن زریح اهل بیتو داره کلمات اهل بیتو داره زیارت عاشورا خوندن حدیث کسا خوندن روایات خوندن قرائت آیات قرآن نمودن به صورت علما نگاه کردن به قبور نیکان و صالحین زیارت کردن دیدن ابرار و نیکان و حتی توفیق دیدن پدر و مادر اینها بفرمد که از این مطلب خواس نوعی عشقی بر امام حسین علیه السلام هم یکی از خواستش تبلیغ دینه تشویق تشویق مؤمنین بر امر دین و نوعی خدمت بود که حالت عذا و عزاداری و تعظیم شعائر هست درش بقای مذهب شیعه هم که عرض کردیم یکی از امراتشه گریه بر امام حسین علیه السلام در روایت داریم علامت ایمان است و به عبارت دیگری گریه بر معصومین سلام الله علیهم علامت ایمان است امام صادق علیه السلام میفرمد روزی امیر المؤمنین صلوات الله علیه به امام حسین علیه السلام نگاه کردند و بعد فرمودند یا عبرت کل مؤمن ای اشک هر مؤمن حضرت سید و علیه السلام فرمود من ای پدر به من مفرمود عبره کل مؤمن امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود بله علامت ایمان گریه بر امام حسین علیه السلام عبره هر مؤمن اشک بر سید الشهدا و و علیه سم. فرمود خود امام حسین علیه السلام هم فرمود من گریه مؤمنم در روایت دیگر امام صادق سلام الله علیه کان یقول بارها, با بارها می فرمودن عبرت و بارها می‌فرمودند الحسین عبره کر مؤمن امام حسین علیه السلام سبب اشک هر مؤمن است خب پس علامت ایمان است برای مؤمن و جمعی از اصحاب خدمت امام صادق علیه السلام بودن درباره امام حسین علیه السلام صحبت میان آمد امام صادق سلام الله علیه فرمودند سر مبارکشون بالا آوردن فرمودند قال الحسین ابن علی سلام الله علیهما انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا من بکه الا بکه. تا آخر روایت امام صادق علیه السلام فرمود سید و شهده صلوات الله علیه فرمود هیچ مؤمنی منو یادآوری نمی کند بیاد نمی آورد متذکر من نمی شود الا اینکه گریه می کند پس علامت ایمان است گریه بر امام حسین علیه السلام اشک بر اهل بیت علیه السلام جو نوعی ادای تکلیف و ادای وظیفه است نسبت به حضرات معصومین سلام الله علیهم خواص اشک بر سید و شهده صلوات الله علیه حسب روایات و کلمات اهل بیت علیهم السلام زیاده که ما در این مختصر اشاره کردیم و صل علی محمد و آل الطاهرین <تصفح>